جزیره مرگ. توی این ویدیو قرار بازیکنه ایرانی به جنگ همدیگه برن. 11 تا از بهترین و گرونترین بازیکنه ایرانی رو توی جزیره ایران جمع کردیم. به صورت گلدن گل با همدیگه بازی میکنن و هر کسی که اولین گل رو بزنه حریفش رو در آبهای خروشان قوطه‌ور میکنه. داستان از این قراره، ما این گردونه رو میچرخونیم و اسم هر کسی که در بیاد، مثلا سردار آزمون، گردونه رو میچرخونیم و به سمت هر بازی کنی بیافته، یعنی سمت چپ، یعنی سامان قدوس. پس ما از 11 تا سردار آزمون مقابل 11 تا سامان قدوس بازی بکنه. پس بریم سراغ ویدیو. گردونه رو میچرخونیم و اولین بازی کن کسی نیست جز میلاد محمدی. به سمت میلاد محمدی میره، فلش رو میچرخونه و به سمت چپ بالا میافته، یعنی 11 تا میلاد محمدی مقابل 11 تا سردار آزمون. حالا 11 تا میلاد محمدی و سردار آزمون باید با هم بجنگن. حالا سردار آزمون کار رو میخواد هجومی شروع بکنه. سردار آزمون که قدی 1.86 متر داره در مقابل میلاد محمدی که قدی کوتاه تر داره. ببینم که کدومشون برنده میشه. سردار آزمون داره بازی کاریای قشنگی رو انجام میده. اوه سردار آزمون زد حمله شوتش محمدی در میاره. و اینم باید بهتون بگم که هیچ تیمی هیچ تعویضی نداره و هر کی که خسته بشه باید توی زمین تا آخر نفسش بمونه. سردار آزمون با لباس زرد در مقابل میلاد محمدی زنبور مالند چه پاسی میده آزمون. من احساس میکنم سرعت میلاد محمدی بیشتر از آزمونه. توی نیمه اول هیچ کدوم از اینا نتونستن کاری پیش ببرن. پس بریم سراغ نیمه دوم. آقای آزمون شما میلاد محمدی جناحی خودتو داری، از جناحی میری، از وسط برو عزیز من، از وسط برو پاسکاری کن، تیکی تاکا گل بزن، اینجوری گل نمیشه. آها به واسه سردار آزمون شوتش کنه گل توی دروازه، همون کاری که مهدی خان میگه دوباره رخ میده. بعد شما بگو مهدی خان مدرک سرمربیگریت کو مدرک اینا. میلاد محمدی به عنوان اولین بازیکن جزیره رو ترک میکنه و در آبهای قروشان قوطه ور میشه و سردار آزمون اولین بازیکنی میشه که قلمرو دومش رو به دست میاره. دوباره میریم سراغ گردون از راست میچرخونیم و به سمت مهدی ترابی میافته. در جزیره به سوی مهدی ترابی میریم. مهدی ترابی فرش رو میچرخونه و به سمت پایین میافته، یعنی سامان قدوس. در دومین بازی 11 تا سامان قدوس مقابل 11 تا ترابی قرار بعد مهدی ترابی بازی رو شروع میکنه در مقابل سامان قدوس. سامان قدوس همین اول گل کشید عقب، رفاضی سانت کردن مهدی ترابی، سانترش رو انجام میده روی دروازه پاس رو بخم. آقای قدوس خان گوش کن، یه دست من بده جلو، همینجوری نگارش چون نگارد نگارد همینجوری نگارد. عالی عالی عالی، بده پشتش، بده پشت، هیچ تمام شد باختی. قدوس میوازه، من میوازه قدوس، من نمیدونم هیچ قرار قدوس هم. ای وای ترابی چه گل نخوریه. نیمی اول بازه ده حمله وحشتناک سامان قدوس به اتمام میرسه، اما صفر صفر. من منتظرم فقط یکی بیاد بالا با هم دیگه بشیم یه چایی بزنیم بر بدن که اونم احتمال خیلی زیاد آقای صیاد دانش باشه، دوست دارم همون بیاد. ببین این خط این نشون، اگر قدوس نباخت ترجیح داد تاس بگو. حالا سامان قدوس یه پله بالا میکشه، رفاصی ده حمله زدن سامان قدوس به چرخه، کار ما کار تمامه. ببین به چرخه کار تمامه، بشین سرش تمومه کارت. وای آخرین ده حمله ترابی اگر که گل بشه تمومه. هیچ تمام، هیچ کدوم نتونستن گلی بسن برسونن. پس میریم سراغ پنالتی کشی. اولین پنالتی مهدی ترابی به قدوس گرفتش، قدوس بانی کلا. حالا اگر قدوس این پنالتی رو گل کنه برنده این دیدار خواهد بود و ترابی در آبهای خروشان غرق خواهد شد. سامان قدوس همیشه به این پنالتی بستگی داره که ترابی این پنالتی رو میگیره یا گل میخوره. گلش نکردش قدوس. حالا باز هم مهدی ترابی، ببین قدوس گفتم میبازه، تمام گل کرد. الان قدوس گل نکنه باختی، سامان قدوس اینو گل نکنی باختی، قدوس اینو گل نکنی باختی، دارم بهت میگم اختار دادم بهت مساوی. باز دوباره مهدی ترابی پاشته تو وی، من به این بنده خدا میگم موهبی موترابی گلم زد. سامان قدوس خرابش کنی اوتی توی آبهای جزیره تموم. باز دار پای پای و مساوی پیش میره. حالا مهدی ترابی شماره 8 به سمت دروازه قدوس شوت چی میزنه، قدوس اینو خراب کرده، قدوس اینو قدوس میزنه سمت راست و خراب میشه. اوف! حالا مهدی ترابی به سمت دروازه سامان قدوس این بار میگیره، قدوس بار کلا. حالا همه چیز به این پنالتی بستگی داره که قدوس گلش میکنه یا نه. اگر که این چهره سامان قدوس گلش بکنه رفته به مرحله بعدی. ترابی رو همین اول میندازی توی آب، گلش میکنی توی دروازه، سامان قدوس برنده میشه. و حالا مهدی ترابی با چشمهای اشکبار جدید رو ترک میکنه و سامان قدوس هم دومین قبیله خود را به دست میاره. دوباره گردونه رو میچرخونیم و نه تا بازیکن بیشتر نمونده و رامین رضایان از همه اسکنده میافته. به سمت رامین رضایان میریم، رامین فلش رو میچرخونه و به سمت چپ پایین میفته. ای بابا آب ندی آقا، دوباره بچرخون عزیزم، دقت کن یه بار دیگه بچرخون، چرخون دوباره راست پایین، یعنی مهدی طارمی. حالا 11 تا مدافع مقابل 11 تا مهاجم به میدون میرن. حالا مهدی طارمی بازی رو شروع میکنه. ببین نظر منو بخوای، من که معلومه طرفدارم کیم، هر کی شما ولی باشه من طرفدارم دیگه، سمسکنده طرفدارش نباشم پس باشه سمسکنده بعد ببره. روستای ایشون آقای رامین رضایان از روستای سمسکنده مازندران بین ساری و بهشهر قرار گرفته. رامین رضایان،
آقا بذار روستاشو لو بدم دیگه. اومدیم مازندران، فرودگاه که میایین ساری، فرودگاه ساری همون نزدیکاست. اینا رو بذار آقای حسین، آقا این اطلاعاتیه که هیچ جا ننوشته و من دارم به صورت رایگان منتشر میکنم. حالا رامین رضا یان شماره 10 میکشه رو بغل تر. سانت کن دیگه آقا، تو سانت خوبه، سانت کن، سانت کن. رامین رضا یان تیر دوم، وای تو دروازه، سریع ترین گل جدیدا رو به نام خود میکنه. مهدی طارمی مازندران رو ترک میکنه و رامین رضا یان مازندران رو تحت سلطه خود قرار میده، به محله خود برمیگرده. سراغ جزیره مرگ میریم و بار دیگر جزیره رو گردونه رو میچرخونیم و به سمت مهدی قاضی میفته. چقدر گلفی تو، به سمت مهدی قاضی میریم، خودش رو میچرخونه و به سمت کوده به سمت میفته، بالا سمت چپ، یعنی الله یار سیاد منش. در این جنگ دو تا مهاجم در مقابل هم قرار میگیرن، یکی قد بلند یکی کوتاه و سرعتی. بله آقای مهدی قاضی بازی شروع میکنه و در این بازی هم شما خودتون میدونید که مهدی خان طرفدار کیست. مهدی قاضی شماره 20 توپو میگیره، سایه منش از اش جان نشه، سایه منش سولتی چه پاس میده به سمت جنب. شماره 20 ساندشو میکشه، سیاد منش. و اینم بهتون بگم که آقای سیاد منش و آقای رضایان دوتاشون توی پدیده ساری بازی کردن، یکی باشگاه توی ساریه که هر دوتاشون توی اون باشگاه بازی کردن. اینم گفتم هم اینجوری بدون. آقا سیاد منش چرا سخت زود بخوای بگی سیاد منش چرا سخت اسمه. مهدی قاضی اصلا چپ یه سر تو بغلتر میاره، اومد بازی ساند کردن. بله میزن تو گوشه اون یکی مهدی تاره چیز قاضی. شماره 20 مهدی قاضی ساند میکنه روی تیر دوم. نیمه اول هیچ کلی نداشت، پس این سراغ نیمه دوم. سیاد منش شماره 11 توپ رو به سمت راست میرسونه. ای سیاد منش در راه تلاش دیدن یه زده حمله از پست زیباش به شماره 11 میکره. گله این گله تمام میکنه. سیاد منش دقیقه 57 گل به ثمر میرسونه. همونطور که انتظار میرفت مهدی قاضی در آبهای خروشان غرق میشود و سیاد منش قلم روی خود را گسترش میدهد. دوباره میریم سراغ گردونه این مرگ و میچرخونیم و باز هم سید منش در میاد. سید منش این دونه نسل محور پلتی میکنه با ماما و فلش رو میچرخونه. اومد برم فلش رو بچرخون جایی که ببرد، یعنی سردار آزمون. حالا دوتا چمالی، یکی از خطه مازندران و دیگری از خطه گلستان مقابل هم دیگه قرار میگیرن. حالا مثل سید منش این بار اومد رو آغاز میکنه، همین چهره که بربادی پیش مهدی قاضی رو در هم برده بودش در این بازی میز. آزمون گاردیولایی داره بازی میکنه. خدا آزمون رو میبری، به خودت باور داشته باش. مثلا شمین رسونه سردار آزمون ساند میکنه بخوره شکم سیاد. سیاد منش توپ رو به سمت راست میرسونه شماره 14. تو بر نگر لاشی دست من بالا از خودش میرسونه به وسط، یه تیکی تاکای قشنگ نمیرسه شماره 14. الله یار سیاد منش از گوشه داره به صورت ماری حمله میکنه، به سمت جلوتر میرسونه شماره 32 بعد وسط میرسونه که نقش شد. آخرین حمله آزمون در نیمه اول مسابقه شماره 17 سردار آزمون تو بر همچنان نگر داشته، بعد شوت هش بکنه اگه میخواد گل بزنه سیاد در میاره. نیمه اول سیاد منش کاری نکرد، آزمون هم کاری نکرد و پس نیمه دوم سردار آزمون داره خطر کار میکنه. چی گل خورد؟ اوه بر کلا سیاد. وای خطریه سیاد منش، الله یار خطریه، بگیرش نیاد تو. هیچ گل خورد، گل خوردیم، گل خورد، گل. وای ریماندو دفع کن، بر کلا. بده لب خد یه دقیقه آخرین فرصت سیاد منش، سیاد منش آخرین فرصت. هیچ تام خرابش کرد، خراب کردی سیاد منش. پنالتی کشی. او سیاد منش بعد پنالتیش. بله سردار آزمون در اون دروازه است. سیاد بزن چپ پایین گل. سیاد منش بزن چپ پایین گل. آفرین، قرب منو گوش نکن. حالا اگر سردار آزمون در مقابل سیاد منش ناکام باشه این پنالتیو، سیاد رفته به مرحله بعدی. نه پنالتی بعدی سیاد منش به سمت کجا میزنه؟ چپ یا راست؟ گل میشه یا نه؟ وای خراب میکنه. وای حالا که اگر آزمون شماره 10 هم چون سوباسا و وایزده باشه تو هیچ گلش کرد، تمام زدن هیچ. خدا حافظ بهترین بازیکن تیم، خدا حافظ. و حالا سردار آزمون صاحب 4 قبیله همزمان میشه. بار دیگر گردونه این مرگو میچرخونم که 6 تا بازیکن در اونش قرار گرفتم و رامین رضایان میفته. این مازندرانی ها آخر بزن اینا بیان ببرن و به سمت رامین رضایان در مازندران میرمیم و گردونه رو میچرخونه به سمت راست بالا میافته، یعنی علیرضا جهان بخش. حالا 11 تا مازندرانی در مقابل 11 تا گیلانی به جنگ هم دیگه میرن. رامین رضایان بازی هجومی شروع کرد. آقا رامین رضایان بزن چوت آقای رضایان. آیا در این بازی علیرضا جهان بخش میتونه خطه گیلان یعنی شمال کشور رو از رامین رضایان پس بگیره یا رامین این کارو میکنه؟ رامین بزنش دیگه. علیرضا جهان بخش شوتش این بار گل خورد، گلو میخوره رامین رضایان. دقیقه 34 در افتاش باز میشه، علیرضا جهان بخش خطه شمال کشور پس میگیره از رامین. رامین رضایان دو دستی مازندران رو تقدیم میکنه و خداحافظی میکنه از جزیره و علیرضا جهان بخش به تنهایی صاحب کل شمال کشور میشه. بابا همه مازندرانی ها حذف شدن دیگه، چی به درد میخوره؟ یا یه دونه آزمون مونده. آقا این از بین این دوتا یک کدومتون میان چای بخوری؟ من بیشتر رو آزمون هستم، بچرخون گردونه رو. اخ 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 اخ
عملی ماده چه انجام میده؟ به سمت آقای قلی میری، فلش رو میچرخونه، بالا میفته. یعنی سامان قدوس. حالا سامان قدوس که صاحب دو قدم روه در مقابل قلی زاده تازه وارد قرار میگیره. بله، علی قلی زاده به آرامی هر چه تمام‌تر بازی رو شروع کرد. سریع ترین گل توسط رامین رضاییان در دقیقه 31 به ثمر رسید. ببینم که میتونید گل رکورد رضاییان رو بشورن یا نه. امیدوارم نتونید. این کارا نیستم. بالای دقیقه 50 گل میزنم. ولش. دقیقه 6 قدوس حذف کرد قلی زاده رو. به این ترتیب علی قلی زاده در آب‌های خروشان غرق میشه. از سامان قدوس هم سومین قبیله خود را به دست میآورد. خدا شاهده مقاندو بیاد همه رو ببره، من حساب نمیکنم. یا الان بازی میکنی مقاندو یا بیای فینال برسی، خدای من حساب نمیکنم. فقط 4 نفر موندن، گردنارو میچرخونیم و به سمت و سوی شهریار مقاندو میافتیم. به خدا این بازی نمیافتادی، فینال اونشو برنده اعلام میکردن. به سمت مقاندو میرویم، فلش رو میچرخونیم و به سمت و سوی بالا سمت راست میافته، یعنی سرداد دلها. حالا سردار آزمون که صاحب بیشترین قلم رو در جزیره است با مقاندو تازه وارد بازی میکنه. شهریار مقاندو بازی با هر چه تمام‌تر بازی شروع کرد. یعنی از نحوی راه رفتن مقاندو من احساس میکنم میخواد بباز. بهترین بازیکن ایران از بین گرون‌ترین‌ها کسی خواهد شد؟ آزمون، جهان بخش، مقانلو یا قدوس؟ سردار آزمون زد حمله قشنگ یا انجام داده شوت آزمون؟ بده وسط، باری کلا همونی که من گفتم، بده جلوی جلو، بده جلوی جلو، بده جلوی جلو. سردار آزمون وسط میرسونه، یه دونه پاس به وسط میتونه کارو تموم کنه. سردار آزمون وسط تر میرسونه، بالا عقب تر میتونه شوتشو انجام بده به سمت دروازه مقانلو. توپ لو میره یا نه؟ مقانلو تو نیمه اول هیچ کاری نکرد. از آزمون انتظار داشتم تا نیمه دوم رو هجومی آغاز کنه. سردار آزمون داره زده حمله میزنه، پاس رو به سمت وسط میخواد برسونه. اشتباه داری میکنی آزمون، برو سان کن. بدون بر بدون بر بدون بر بدون بده دیگه تکسر. یار مقانلو رفاسی زده حمله زدن لب قد هاس مسخره. سردار آزمون سمت راست میرسونه، سانتوشو میکنه تیر دوم بازی. آزمون بیرون، چرا زدی آزمون؟ دقیقه 87 بازی آخرین ضد حمله هر دو تیم روی دروازه یک دیگر. سردار آزمون به جلو تر میاره، تیر دو بکش، بکشش تیر دو دارم میگم. هیچ پنالتی، هیچ برو همینجوری برو. سانت روی دروازه آزمون، پنالتی کشی، پنالتی آزمون بهتره. شهریار مقالو با پای چپ اولین پنالتی میخواد به سمت دروازه سردار آزمون بزنه، میزنه بیرون، نمیره. خدا گلش. امیدوارم آزمون نبازه، چون تمام امیدم آزمون و جهان بخشه. نباز آزمون، آزمون نباز، فقط باری کلا آزمون سمت من میگم راست میزنه. دارم میگم راست میزنه. سردار آزمون اگر این ضربه پنالتی رو تبدیل به گل نکنه باخته آزمون. برکل با شهریار مقانلو با شماره 10 پشت تو قرار گرفته و آزمون با شماره 1 فکر کنم. برکل در میاره سردار آزمون. حالا همه چی به این پنالتی بستگی داره که آزمون شماره 4 این پنالتی رو تبدیل به گل میکنه یا نه. اگر که گل کنه رفته واسه برای لیگ بعدی. سلام علیکم. شهریار مقانلو در آبهای خروشان قوطه‌ور میشود و سردار آزمون صاحب بیشترین قبیله در جزیره میشه. حالا فقط سه تا بازیکن مونده، قدوس، جنبخش و آزمون میچرخونه گردن. و این بار سامان قدوس میفته. سمت قدوس میرویم در جزیره. قدوس گردن رو میچرخونه راست پایین. یعنی ما دوباره سردار آزمون. این جزیره میخواد ما هر چی شمالی‌ها رو پرت کنه بیرون. و حالا 11 تا سامان قدوس در مقابل 11 تا سردار آزمون. سردار آزمون وسط میاره، سردار آزمون توپ نگارشو بده وسط. همینا شوت کن. همینا شوت کن. توی دروازه سردار آزمون دقیقه 9 کسی که رکورد داره جزیره بود، یعنی سامان قدوس در دقیقه 6 حذفش میکنه آزمون. و این بار سامان قدوس خوشخنده رو از جزیره اخراج میکنیم و سردار آزمون ثروتمندترین فرد جزیره میشه. حالا 70% جزیره واسه سردار آزمون، 30% واسه جهان بخش. فینال جهان بخش آزمون، فینال رقابت های جزیره، جنگ دو شمالی برای تسخیر جزیره و چای با مهدی خان. علیرضا جهان بخش بازی و تهاجمی آغاز کرد. یا خود خدا، بگیر بگیر اونو، بگیر اونو. ببینم ثروتمندترین فرد جدیده که سردار آزمون باشه میتونه علیرضا جهان بخش رو شکست بده یا نه. تانسر سردار آزمون روی تیر دوم. علیرضا جهان بخش تانسر چی میکنه؟ روی دروازه آزمون، تیر دروازه، برو کل آزمون. یا خود خدا بابا، آزمون بیا جلو دیگه، آزمون بیا جلو، گل خوردی، تمام کرد کار تو. و به همین صادقی علیرضا جهان بخش پس از تسخیر شمال کشور کل جدره رو مال خود میکنه. قهرمان میشد به هر حال، ولی حالا جنبخ شما شایو بار بزن. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشه. اگه از این ویدیو لذت برده یعنی لایک و سابسکرایب کنید یوتیوب فراموش نشه. ممنون که تا آخر ویدیو نگاه کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.